در خصوص تعطیلی شنبه با آقای احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفتگو کردیم. خیلی ممنونم آقای علیرضا بیگی بابت وقتی که به ما دادیم. من می‌خواستم در خصوص تعطیلات آخر هفته که خیلی بحث شده، بعضیا میگن پنجشنبه، بعضیا میگن شنبه باید تعطیل شه، می‌خوام نظرتون راجع به این موضوع بدونم. خب مصادره ای که دولت یه لایحه‌ای رو تقدیم مجلس کرده که طی این لایحه بنا داشته روالی که در تهران در مورد تعطیلی روز پنجشنبه برای پاره‌ای از دستگاه‌ها وجود داره اون رو به کل کشور تعمیم بده و در این حال روز پنجشنبه رو تعطیلی حساب نمی‌کنه. اون میگه که دستگاه‌های مختلفی مشغول کار هستن و این تعطیلی محسوب نمیشه. یه تعدادی از دستگاه‌ها که در تهران تعطیل هستن اونها در شهرستان‌ها هم تعطیل بشن و بعد اونها معتقدن که کمیسیون اجتماعی این لایحه دولت رو تغییر داده، تبدیل به یه طرحی کرده که این طرح به دنبال تعطیلی مطلق در واقع آخر هفته است و بعد برای اینکه بتونه فرصت ایجاد بکنه برای اینکه با کشورهای جهان و مرابطات بین المللی و اقتصادی این ارتباط برقرار بشه و زمانهای فقدان ارتباطات به حداقل کاهش پیدا بکنه، چون مستلزمه که الان در شرایط موجود ما پنجشنبه و جمعه ارتباطمون با جهان در واقع به واسطه تعطیلی کشور ما مسئول، از طوری که اونها هم شنبه ها و یک شنبه ها تعطیلن، بعد این در مراودات اقتصادی ما تاثیر میگذاره. امروز هم که در واقع سر این موضوع بحث شد ما جزء اون گروه نمایندگانی بودیم که اصرار داشتیم که به جهت هماهنگی هرچه بیشتر با شرایط اقتصادی بین المللی و همینطور جلوگیری از پرت زمان و همچنین حفظ ارزش‌های خودمون که معتقدیم که جمعه روز به خصوصی برای ما مسلمان‌ها به شمار میره، یک نماد وجود داره، هم تعطیلی جمعه رو حفظ می‌کنیم، در این حال این رو به فرصتی تبدیل می‌کنیم که ارتباط ما با دنیا دچار آسیب نشه در شرایط موجود که ما به جهت مراودات اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. بخواد این هم مزید بر علت بشه حتما برای ما خسارت بار خواهد. مخالفین این طرح که شنبه تعطیل بشه چه علتی رو میگن و باش مخالفن؟ این چیزهایی که من امروز تو صحن شنیدم، بعضی ها مثلا به ناحق تعطیلی روز شنبه رو تعبیر و تفسیر میکردن به همراهی با نماد صهیونیستی، نمیدونم نماد جهود و چیزهای مثل این، حرفای ناروایی بود که به عنوان زیبنده نماینده ملت ایران و تعبیر از طرحی که کمیسیون اجتماعی تهیه کرده نمیتونست محسوب بشه و یا اونا معتقد بودن که عملا به این ترتیب هم پنجشنبه تعطیل خواهد شد هم شنبه تعطیل خواهد شد. یعنی تصورشون به اینه که دولت امکان اعمال اراده خودش رو برای فعال شدن روز پنجشنبه و انتقال این تعطیلی به روز شنبه نمیتواند داشته باشد، که این هم باز محل گله‌مندیه که نباید چه این تصوری از ناتوانی دولت یا توانایی دولت وجود داشته باشد. خیلی ممنونم، مرسی.